درود بر بینندگان نازنین شبکه جهانی کانال یک. امیدوارم هر کجا که هستید و برنامه ما را میبینید شاد و تندرست باشید. پری عسکری هستم و در این برنامه نگاهی به اوضاع خاورمیانه و تنش بین نیروهای نیابتی تحت امر جمهوری اسلامی، حماس، حزب الله و حوثی‌ها که به تازگی به اسرائیل حمله کردن و اسرائیل قاطعانه جواب داد و به هر حال تقابل و تنش بین این گروه ها و این کشورها با اسرائیل خواهیم پرداخت و در ادامه برنامه به موضوع انتخابات در آمریکا و تأثیر آن بر روی ایران خواهیم پرداخت، چرا که انتخابات آمریکا قدرت بزرگ در جهان در واقع تأثیر داره بر بیشتر کشورها و به خصوص در کشورهایی مثل ایران در خاورمیانه. مهمانان گرانقدر این برنامه جناب رضا علوی تحلیلگر مسائل سیاسی و از آمریکا و جناب طاووس ارجمند از تحلیلگر مسائل باز سیاسی و کنشگر سیاسی از سوئد هستم. درود دارم خدمت شما عزیزان، سپاسگزارم از اینکه دعوت من را پذیرفتید. جناب علوی، گفتگو را با شما آغاز میکنیم. مدتی است که ما شاهد ناآرامی ها در خاورمیانه هستیم، از 7 اکتبر که حماس به اسرائیل حمله کرد تقریبا 8 ماه یا بیشتر گذشته است، کمتر از 2 ماه به ماه اکتبر داریم، حدوداً 10 ماه، و ما همچنان شاهد ادامه این تقابل و این برخوردها هستیم و به تازگی هم که جبهه‌های مختلفی علیه اسرائیل باز شده و حوثی‌ها به خاک اسرائیل به صورت هوایی تعرض کردن. البته خب اسرائیل قاطعانه جواب داد. از شما میپرسم این اوضاع در خاورمیانه را چگونه ارزیابی میکنید و چه سرنوشتی واقعا در انتظار خاورمیانه است؟ بفرمایید. درود به شما و درود به بینندگان گرامی و با سلام به جناب ارجمند. واقعیت هم این هستش که گفتید اسرائیل داره در چند جبهه می جنگه. اسرائیل داره در 7 جبهه می جنگه و کل این جبهه هم نمایندگان خارجی جمهوری اسلامی در سپاه قدس هستن، یا به اصطلاح همون نایبان هستن که مثل حشد شعبی، مثل حزب الله، مثل حماس، مثل حوثی ها و غیره. ولی به طور کلی واقعیت هم اینه که از 7 اکتبر به بعد خاورمیانه وارد یک فضای دیگری شد، وارد یک فاز دیگری شد. 7 اکتبر با حرکتی، یورشی که حماس به اسرائیل کرد، جنگ بین اسرائیل و ایران رو وارد یک مرحله جدید کرد. از آغاز جنگ ایران در این مسئله شکست خورد، بدین گونه که نخست این یورش سبب شد که بسیاری از نیروهای حماس آسیب ببینند، چی در حدود شاید
بنا به ادعای صاحبان نظر 60-70% از رهبران و از کادرهای فعال حماس آسیب جدی دیدن. نوار غزه امروز از دست حماس اومده بیرون و در واقع زیر سلطه اسرائیل هست، به اضافه تمام کانالهای زیرزمینی که حماس برای خودش ساخته بود بخش اعظمش توسط اسرائیل فتح شده. بنابراین این یک شکست. شکست دوم حرکتی بودش که جمهوری اسلامی با اون نمایش فرستادن 300 خرده‌ای موشک و پهپاد به اسرائیل آغاز کرد و در این مسئله کلیه پهپادها و موشک ها از موشک کروز بگیری تا بقیه پهپادها و غیره تقریبا 300 فکر میکنم 2-3 تاش بیشتر به اسرائیل نرسید که اونم آسیبی نزد غیر از اینکه یک دختره که 7 ساله رو زخمی کرد، ولی بقیه موشک ها توسط اردنی ها، بریتانیا، انگلیس، آلمان، امریکا و خود اسرائیل خونسا شد. خب این شکست دوم بود که حکومتی که ادعا میکرد که ما در راه مسئله موشکسازی بهترین هستیم و برترین هستیم و ما در صنعت موشکسازی در خاورمیانه کسی حریف ما نیست، دیدیم که این موشک ها یا به اصفهان خورد یا به شیراز خورد یا در بین راه خرسا شد و نتونست نشون بده و در واقع جهانیان فهمیدند که برنامه های موشک های جمهوری اسلامی یک امر پوشالی بیشتر نیست، این یک ببر کاغذی میمونن که اینا فقط حرف میزنن و شعار میدن ولی در عمل بسیار ضعیفن. سومین مسئله ای که پیش اومد به عنوان یک شکست این بود که اسرائیل اومد و پایگاه هوایی اصفهان و پایگاه هوایی تبریز رو بمباران کرد. چرا این مسئله اهمیت داره؟ به خاطر که این دو پایگاه توسط پدافند S-300 دفاع میشه. از سوی دیگه مراکز هسته‌ای ایران هم توسط S-300 یا S-300 به اصطلاح پدافند میشه، دفاع میشه. این مسئله نشون داده میشه به همون صورت، به همون سادگی که اسرائیل تونست پایگاه هوایی اصفهان و تبریز رو بزنه میتونه به راحتی پایگاه هسته‌ای رو بزنه. برابر این هم شکست دیگه. برابر این پس از این بود که در درون هسته سخت قدرت در درون بیت دو نظریه پیش اومد. یک نظریه بری باور بود که باید با گسترش جنگ بزرگ بر علیه اسرائیل وارد صحنه شد. یک نظریه دیگه در درون هسته سخت قدرت شکل گرفت به این معنا که به علت شرایطی که وجود داره و شکست های پی در پیی که جمهوری اسلامی خورده ما باید تعامل کنیم، با جهان ارتباط برقرار کنیم و در واقع وارد مسائل بحران جنگی نشیم. خب در مورد انتخابات اخیر دیدیم که در واقع نظریه دوم چیره شد. در مورد مسئله اول که هنوز آثار این مسائل در بین جریانات طرفداران میرباقری و به صورت جبهه پایداری سید جلیلی و بخش زیادی از وزارت امور خارجه و همچنین دولت کنونی یعنی دولتی که محمد مخبر در رأسش هستن، اینها جنگ گسترده رو تصمیم گرفتن که شروع کنن. یک، به این وسیله نشان بدن به پزشکیان که اصل قضیه و اصل مسئله خاورمیانه در دستان ما هستش. دوم، اون به اصطلاح پروژه جنگ گسترده تر کردن جنگ رو به جلو ببرن. بی خاطر بودش که از نیروهای نایب خودشون یعنی حوثی ها استفاده کردن و تلاوی و به چند نقطه تلاوی بم انداختن که یک شهروند کشته شد. خب حالا این مسئله بندر حدیده که توسط اسرائیل بمباران شد این اهمیت بسیار زیادی داره. چرا؟ به خاطر ای که نخستین مسئله اینه که خب از پس از
آغاز جنگ غزه، همونطوری که هموطنان میدونن، حوثی ها در دریای سرخ شروع کردن به یک سری ماجراجویی را انداختن، کشتی های امریکا، کشتی های انگلیس و غیره رو جلوشون میگرفتن و این بود که به بریتانیا و امریکا از نقطه نظر مسائل تسلیحاتی و اقتصادی و مسئله گذر کردن نفت مشکلات زیادی به وجود آوردن. از سوی دیگه این بندر، این بندر حدیده، بندری هستش که در واقع جمهوری اسلامی از اون طریق به اصطلاح تسلیحات وارد یمن میکنه، پهباد وارد یمن میکنه و این از نقطه نظر اسرائیلی ها به عنوان یک هدف مهم اهمیت داره. این بندر در نزدیکی صنعا پایتخت یمن قرار داره، حدود 140 کیلومتر بیشتر فاصله نداره و جمعیتش هم نسبتا بالا، حدود 700 هزار نفر جمعیت داره و باز زدن بندر حدیده بخش اعظم جمعیت یمن، یعنی حدود 2/3 مردم یمن به غذا، به دارو و به سوخت دسترسی نخواهند داشت. در این حال بسیاری از مراکز تسلیحات جمهوری اسلامی در این بندر به اصطلاح اینا آسیب خورده در حال حاضر و همچنین این مسئله باعث میشه که خود حوثی ها نتونن به دریای سرخ دسترسی کامل داشته باشند. چرا؟ به خاطری که در واقع در غرب دریای سرخ قرار داره و برای انتقال کالای بین اروپا و آسیا از راه کانال سوئز اهمیت زیادی داره. منتها میشه این ادعا رو کرد از آنجایی که حوثی ها خودشون رو به عنوان دولت رسمی یمن شناسایی میکنن، البته تنها کشوری در جهان که یمن رو به عنوان دولت رسمی میشناسه فقط جمهوری اسلامی هستش، اینو جمهوری اسلامی از این مسئله اهمیت بده، میگه که توسط دولت یمن به تل‌آویو حمله شده، یورش آورده و خب این از نقطه نظر این مسئله اهمیت زیاده. در ضمن در شمال حدیده یک پایانه نفتی پر اهمیت هم وجود داره که ذخیره سازی میشه، بارگیری میشه محصولات میدان نفتی و این برای حوثی ها و برای جمهوری اسلامی اهمیت بسیار زیادی داره. در شرقش هم تمام کشاورزی یمن در شرق بندر حدیده هستش، بنابراین از این لحاظ هستش که اهمیت فراوانی داره. سپاس از شما. در واقع این گروه های نیابتی وارد بازی خطرناکی شدن و فکر میکردن که به راحتی میتوانن اسرائیل را بزنن و حتی هورا میکشیدن که اگر حزب الله وارد بازی بشه دیگه اسرائیلی وجود نخواهد داشت. تحلیل شما رو میشنویم جناب ارجمند گرامی، بفرمایید. درود به شما همیاران گرامی، بینندگان تلویزیون شما. لطفاً کمی بلندتر. بله، و با درود به همیارانی که برنامه رو تماشا میکنن، با درود به شما مجری این برنامه و جناب علوی، خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. عرض کنم که خب بخش زیادی رو جناب علوی به درستی گفتن و دقیقاً خیلی دید کارشناسانه داشت و حاکی از این بودش که منطقه رو خیلی قشنگ ارزیابی کردن، رصد کردن و برخورد این نیروها رو با هم. خب من به باورم دقیقاً با انطباق با همین گفتمانی که جناب علوی مطرح کردن، خب جبهه سومی که در برابر اسرائیل بود در حال از هم پاشیدن است. یعنی که این سه ابزاری رو که سه دستی رو که حکومت اسلامی ایران داشت، یکی در سوریه، یکی در لبنان و یکی در یمن، این سه تا سه اهرمی هستن که حکومت اسلامی ایران در این درازای چندین سال ازشون بهره گرفت و به ویژه برای حوثی‌ها این خیلی اهمیت داشت برای همه جهان، به خاطر اینکه یک آبراه بین‌المللی مورد تاخت و تاز این به اصطلاح دزدان دریایی قرار گرفته بود و یکی از کسانی که یکی از کشورهایی که بسیار بسیار از این موضوع آسیب می‌دید و بعد هم بسیار ناراحت بود همین خود چینی هستش که متحد ایران هست. یعنی که چین اگر شما به اصطلاح سیاست‌های
چون من خودم از نزدیک کشور کامبوج رو دیدم بارها، کشور سریلانکا رو دیدم بارها و میدانم که چینی ها چه بر سر کشور فقیر کامبوج آوردن توی این 50 سال و یک کشوری رو اصلا تخلیه کردن، تمام زمین هاش رو گرفتن، زمین های کشاورزیش، و بیش از 200,000 نیروی انسانی رو از چین وارد کردن به کشور کوچک کامبوج و مردمان کامبوج همه فرار کردن، یعنی بیشتر فرار کردن به تایلند یا به خودفروشی یا به کارهای عملیاتی ساختمانی بسیار بسیار سنگین. در کشور سریلانکا هم که چینی ها آمدن و به خاطری که به اصطلاح سریلانکا نتوانسته قرضهای خودش رو بده، کل مرکز پایتخت سریلانکا رو گرفتن 99 ساله. اینا هدفشون این هستش که از بندر شانگهای بزرگترین کشتی‌ها بتوانن کالاهای چینی رو بیارن و یک دپوی بزرگ در همین سریلانکا داشته باشن و بعد بیان در جاسک و در جاسک با اصطلاح در همسایگی پاکستان یک ترمینال بزرگ داشته باشن که از این ترمینال هم بتوانن از طریق دریای سرخ به اروپا وارد بشن و هم از طریق دماغه عمان بتوانن به آفریقا و به جای دیگه برن. و همین دلیل من به باورم این هستش که اسرائیل بخش اول رو، یعنی اون کشور سوریه رو کلن از نظر نظامی و از نظر تهدیداتش خونسا کرده، برای همیشه بلندی های جولان رو برای خودش تثبیت کرد و بعد هم در لبنان هم میبینید که الان در هر صورت تمام سران یا بیشتر سران تروریستی همین حزب الله لبنان که دستمزد بگیران حکومت اسلامی ایران هستن یا دارن شکار میشن و مناطقشون مرتب بمباران میشه و در اصل چیزی نخواهد ماند که از لبنان به عنوان یک نیروی واکنشی بسیار قوی در این 40 سال این نیرو کلن از بین بره به صورت کلی. و کشور لبنان متاسفانه دچار یک انحطاط اقتصادی و سیاسی وسیعی بشه. میمانه فقط این حوثی ها که الان، چون عراق هم در حال حاضر با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا کاری کرده که عراق در اصل مستعمره امریکا هست و این عراق هستش که الان داره یک چیز نزدیک 7-8 میلیون بشکه در روز نفت صادر میکنه و این نفت ها خیلیش بایستی هزینه های جنگی بشه که ایالات متحده در اونجا انجام داده. درجه من به این باور رسیدم یا به این جنبندی رسیدم که این جبهه آخریست که اسرائیل در حال فتحش هست و در حال خونسا کردنش هست و در هر صورت خاورمیانه از 7 اکتبر همونجور که آقای علوی هم اشاره کردن اصلا جغرافیای خاورمیانه عوض خواهد شد. اصلا استراتژی غرب اینجوری هستش که کلا بایستی جلو روسیه رو گرفت برای به اصطلاح صدور گاز و نفت، بایستی کاری کرد که هر چی که اروپا احتیاج داره از نظر انرژی بایستی از همین خلیج فارس بره و بایستی از همین دریای سرخ رد بشه و بایستی گاز قطر، بایستی نفت عربستان سعودی، بایستی گاز باز عربستان سعودی و این بخشی هم که تو ایران هست، در نهایت برنامه این هستش که اینها کانالیزه بشه به اروپا و اروپا محتاج به انرژی که از سوی روسیه میاد، کشورهای اروپایی رو کلا داشت دقیقا مستعمره خودش قرار میداد، از این بند رو گسسته آمریکا و در نتیجه میریم توی یک جغرافیای جدید، میریم توی یک حالت خاورمیانه جدید که میتوانه در اصل تغذیه کننده انرژی برای اروپا و برای غرب باشه. سپاس از شما جناب ارجمند گرامی. جناب علوی، جمهوری اسلامی با تقویت مالی و تسلیحاتی دنبال چه هدفی در منطقه هست و چرا ما شاهد برخورد جدی قدرت ها با جمهوری اسلامی و در واقع با مرکز ثقل فتنه نیستیم؟ ببینید، از نخستین روز پیدایش جمهوری اسلامی، البته کلمه جمهوری اسلامی رو شاید بگیم که نظام ولایت فقط، چون نه جمهوریه و از نقطه نظر پاری از مسلمان ها اسلامی هم نیست، بس میگیم نظام ولایت فقیه.
در این نظام ولایت فقیه از نخستین روز پیدایشش یک امری در ذهن این آقایون جا پیدا کرد به نام صدور انقلاب، به نام ایجاد امپراتوری شیعی، به عنوان جریانی که پس از سقوط امپراتوری عثمانیان مسلمانان در قدرت نبودند، هرچند که امپراتوری عثمانی سنی بودند، ولی هدف جمهوری اسلامی در سیاست خارجیش این بود که بتونه خاورمیانه رو بر اساس نظراتی که سید قطب و حسن و بنا در سالهای اولی 1927 میلادی، دوم 1238 میلادی، نظریه در واقع ایجاد امپراتوری اسلامی رو مطرح کردن و یک نوع دلتنگی، یک نوع نوستالژی برای دوره امپراتوری عثمانی بود، بر این پایه بودش که جمهوری اسلامی یا همین نظام ولایت فقیه یک امری رو در جلو خودش گذاشت به نام به اصطلاح صدور انقلاب، به نام ایجاد امپراتوری شیعی. با آمدن علی خامنه‌ای این پروژه خیلی جدیتر دنبال شد و پیرو پیشبرد این پروژه آقایان تصمیم گرفتند که جریانی رو در مقابل اسرائیل علم کنند که رادیکال باشه، که بتونه یک جنگ مسلحانه بر علیه اسرائیل آغاز کنه. قبل از اون خب یاسر عرفات گروه خونیش یا موقعیتش با جمهوری اسلامی همخوانی نداشت، الفت و عباس به همین صورت، برای پایه بود که در سالهای 2005-2006 یک جریان رادیکال بسیار کوچکی که در اخوان المسلمین بودن ولی در درون جنبش فلسطین فعال بودن و به عنوان یک فراکسیون بسیار کوچکی بود، جمهوری اسلامی اینا رو شناسایی کرد و دید که جریان بسیار مناسبی هستش که به علت بینش رادیکالی و بینش تروریستی که اینا دارن میتونه به عنوان یک اهرم مناسب مطابق با مأموریت هایی که تهران براش تعیین میکنه انجام وظیفه کنه. بنابراین روی این مسئله بودش که پول بسیار کلانی در اختیار به اصطلاح این جریان بود داشتن که بعدا به نام حماس معروف شد و تا در سال 2006 اینا در نوار غزه کودتایی کردن توسط همین اسماعیل هنیه و خالد مشعل و عباس رو مجبور کردم که با دار و دستش راهی کرانه باختری بشه و در اونجا با کمک هایی که از جمهوری اسلامی می کردن تونستن تمام حاکمیت نوار غزه رو در اختیار خودشون بگیرن و جدال خودشون رو بر علیه اسرائیل آغاز کردن. بعد از جریان سقوط به صلاح بحار خاورمیانه و مسئله یمن، حوثی‌ها هم به عنوان یک جریانی که از لحاظ عقیدتی به جمهوری اسلامی نزدیک بودن، هرچند که اینها شیعه حوثی هستند و حوثی محمد بن حوثی در واقع فرزند زین العابدین بیمار، یعنی میشه گفت که اینا چهار امامی یا پنج امامی هستند، ولی خب جمهوری اسلام رو مثلا متشیع بودنشون شیعه بودنشون شروع کرد اینها رو رونق دادن. خب قبل از اون در فاصله بعد از مسئله دخالت امریکا در عراق و سقوط صدام، جریانات القاعده عراق که در اون منطقه قدرت زیادی داشتن از درون این جریانات و بعد از اون جریانات شیعه توسط المهندس و قاسم سلیمانی به نام هشت شبی اینا بنیاد گذاشته شدن. اینا اهرم های دست جمهوری اسلامی در خاورمیانه هستش و خاورمیانه خاورمیانه ای هست که توهم و مال خوری های جمهوری اسلامی بر این پایه هست که تصور میکنن که اون تزی که دارن فروپاشی و داغون کردن اسرائیل با بارد اوت کردن اسرائیل و با نابودی اسرائیل میتونن تمام خاورمیانه رو زیر سلطه خودشون بگیرن و در واقع اون دلتنگی و با به اصطلاح نوستالژی که برای ایجاد امپراتوری اسلامی دارن ایجاد بکنن. جمهوری اسلامی در حال حاضر در خاورمیانه چندین بازو داره،
میشه گفتش که 7 بازو داره که یکی از این بازوهاش همین حوثی‌ها هستن، حماس هست. اما بعد از 7 اکتبر ما شاهد این هستیم که آسیب های زیادی به این گروه های نایب خورده شده. حماس همونطور که عرض کردم حدود 70% از نیروهای خودشو و رهبری خودشو از دست داده. حوثی‌ها در جریان دریای سرخ توسط بریتانیا و امریکا آسیب جدی خوردن. 8 شبی با مرگ المهندس و قاسم سلیمانی در واقع یتیم شدن، بی پدر شدن، مثل گذشته نمیتونن مانور بدن. و به اضافه که جمهوری اسلامی هم با یک بحران اقتصادی جدی روبرو شده و نمیتونه مثل گذشته چمدانهای پر دلار رو راهی بده به حسن نصرالله برای حزب الله یا بده به حوثی ها یا هشت شعبی یا حماس، و به خاطر این بحران ها هم با این مشکل روبرو شدن. برابر این ما شاهد عقب نشینی و در واقع شکست های پی در پی نیروهای نایب جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی در خاورمیانه هستیم، و در صورتی که به هر حال جمهوری اسلامی فرو پاشیده بشه بدون تردید خاورمیانه پایدار خواهد شد. خاورمیانه به سمت روشنایی حرکت میکنه و از این تاریکی ها فاصله میره. خب برای این مسئله که چگونه این جمهوری اسلامی میتونه فرو پاشیده بشه که خاورمیانه دوره فاز پایداری خودش رو طی بکنه، بر حال برمیگرده به همین اول جنبش هایی که در ایران برای هر 2 سال 3 سال یک بار شکل بگیره و بدون تردید در یکی از این اول جنبش ها این جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، و از سوی دیگه با بحران های شدید که در درون خود جمهوری اسلامی هستش هیچ بعید نیست که ما بتونیم در آینده شاهد این بشویم که این نظام از درون فرو پاشیده بشه و همون حکایت اتحاد جماهیر شوروی و 1990 سر جمهوری اسلامی بیاد. بله، سپاس از شما جناب علوی. از شما میشنویم جناب ارجمند گرامی، چرا در واقع بیشتر به قولی برخورد با گروه های بازوهای جمهوری اسلامی میشه؟ چرا مستقیم با خود جمهوری اسلامی که مرکز ثقل تمام این مشکلات هست برخورد نمیشه؟ البته که همونطور که جناب علوی گفتن، سقوط جمهوری اسلامی به دست ملت ایران انجام میشه، ولی چرا دول غرب از ملت ایران پشتیبانی نمی کنند؟ مسئله بفرمایید. ببینید، سپاسگزارم از صحبت های جناب علوی و از پرسش شما. ببینید، من قبل از اینکه به این دقیقا پاسخ بدم یه چیزی رو مطرح می کنم، و اون این هستش که در دوران زندیات دکتر محمد مصدق و ملی کردن نفت، یک زن انگلیسی، یک خانم انگلیسی که دکترای ادبیات پارسی رو گرفت و استاد دانشگاه بود در انگلیس در کمبریج و همچنین در ایالات متحده آمریکا هم به عنوان استاد میهمان درس ادبیات پارسی میداد، ایشون به عنوان کنسول و به عنوان کسی که در سفارت انگلستان در تهران زندگی میکرد، کار میکرد و اونجا مشغول بود، یه تئوری داشت و اون تئوریش رو من میخوام حالا نقد بزنم به این قضیه. تئوری خانم آن لمپتون این بودش که به آقای چرچیل ارائه کرد، این تئوری رو ارائه کرد که در خاورمیانه نبایستی جنبش های دموکراتیک و جنبش هایی که آزادی خواهانه باشن و طرفدار حاکمیت ملی در کشورشون در منطقه باشن نباید وجود بیاد. و شعارش این بود، خانم لمپتون، آن لمپتون، شعارش این بودش که نه مصدق و نه محمد رضا شاه پهلوی، بلکه یک حکومت شیعه، شیعه 12 امامی در قلب خاورمیانه، برای اینکه اگر این جنبش های آزادی خواهانه مثل جنبش مشروطیت ما در سال 1906 میلادی در ایران داشتیم
و جنبشی که در زمان ملی شدن نفت در ایران به وجود آمد که ایران برای نخستین بار خواستار این بودش که قرارداد ناکس دارسی رو در صورت اثر شرش از سر مردم ایران کم بکنه و برداره. خب جهان غرب متوجه شدش که اهرم قوی که دست ایران هست همون انرژی هستش که کلن غرب برای سازندگی خودش پس از جنگ دوم جهانی نیاز مبرم بهش داره و در نتیجه خانم لمپتون این طرح رو مطرح کردش که بایستی برای اینکه غرب آسیب نبینه از نظر منافع ملی خودش بایستی با هر جنبش آزادی خواهانه مخالفت کرد و نکساش که این جنبش آزادی خواهانه در ایران به خصوص که مرکز ثقل عالم همین خاورمیانه در ایران هست بایستی این شکل نگیره و این الان ما میبینیم که درست شوربختانه در انقلاب نکبتبار اسلامی ما میبینیم که این طرح خانم لمپتون، پیشنهاد خانم لمپتون به وسیله آقای برژنسکی مشاور امنیتی آقای کارتر در درست در شرایطی که انقلاب نکبتبار اسلامی داشت شکل میگرفت و در حالی که واقعا مشروطه خواهان داشتن مثل زندیات دکتر بختیار داشتن برای پایداری مشروطیت مقاومت میکردن مبارزه میکردن و نمیخواستن حکومت به دست مذهبی ها بیفته، اون کسی که در همین فلسطینی که الان شما اشاره کردید، در اسرائیلی که شما اشاره کردین، یک آدم بسیار بسیار مخرب و تروریستی در اونجا چندین سال مبارزه میکرد به نام میرلوهی که بعداً به نواب صفوی معروف شد و فدایان اسلام در ایران به وجود آورد و 4 نخست وزیر رو ترور کردن اینا، یعنی رزمارا رو ترور کردن، عبدالحسین حجی رو ترور کردن و حسن علی منصور رو ترور کردن و در حسین بله اینها این کاری که اینا کردن یعنی همین فدایان اسلام دقیقا اینها تمام این تربیت های جنگی چریکی خودشون در همین سرزمین فلسطین به دست آورده بودن و وقتی که نواب صفوی از راه عراق وارد خرمشهر شد اولین سخنرانیش که در خرمشهر انجام داد همین بود که بایستی ما جهان اسلام رو به عنوان یک محور قدرت بشناسیم و بایستی یک حکومت اسلامی در این منطقه به وجود بیاد. این دقیقاً با همون طرح خانم لمپتون برای خاورمیانه دقیقاً همخوانی داره. اون چیزی که آقای اسماعیل راهی خبرنگار و روزنامه نویس معروف ایرانی در کتاب خودش به نام حقوق ایران انگلیس آورده نشان دهنده این هستش که طرح ایجاد یک حکومت شیعه حرف حالا نیست، حرف از زمانی هستش که کلن عراق یعنی کل بخش جنوبی عراق که همین بصره باشه کلن در اختیار انگلستان بود و انگلستان بوشهر رو در اختیار داشت و درجه چاهای نفت ایران هم در اختیار داشت. اینجاست که من میخوام به این نتیجه برسم که ما مردم ایران در یک جنبشی که مرتب هر 10 سال یک بار در ایران به وجود میاد میخوام این ساختار مذهبی قدرت رو که از یک امپراتوری شیعه میخواد به وجود بیاد ما این ساختار رو به هم بزنیم، همون کاری که در انقلاب مشروطه ایران انجام دادیم و همون کاری در نهضت به اصطلاح نهضت نفت انجام دادیم. اینجا این مرحله آخرشه. من به باورم در این مرحله آخری که ما مبارزه میکنیم به عنوان ایرانیانی که خواستار این هستن که کشورشون بدون هیچ دعوایی با کشورهای همسایه به عنوان یک کشوری که بزرگترین جمعیت رو در خاورمیانه داره، بزرگتر یعنی بیشتر از 40% جامعهش نیروی جوان داره، بیشترین تحصیل کرده رو در این منطقه خاورمیانه داره، بیشترین منابع طبیعی و انرژی رو در همین کشور نهفته است، یک فرهنگ چند هزار ساله نگاهبان این مردم است. من بر این باور هستم که در این نورد آخر، در این پیچ تاریخی آخر، مردم ایران در نهایت طرح خانم لمپرون رو، خانم ان لمپرون رو همی برای همیشه دفع خواهند کرد و کشور ایران در هر صورت از حکومت‌های اقتدارگرا از جمله حکومت اسلامی نجات پیدا خواهد کرد و این دیر نخواهد بود و مطمئن هستم که با این نیروی فرهیخته‌ای که در داخل ایران هست و در خارج کشور هست، با این جراحی که حکومت اسلامی کرده، با آوردن پزشکیان و آوردن به اصطلاح وزیر امور خارجه قبلی حکومت اسلامی در دوران اون آقای رئیس جمهور قبلی،
میخوان این روابط رو همجوری که آقای علویان بهش اشاره کردن عادی جلوه بدن، با غرب یه کاری بکنن که تنش‌ها بینشون برطرف بشه فقط برای پایداری حکومت خودشون. ما بایستی دقیقا حرف آخر رو بزنیم و اون که کل نظام حکومت اسلامی ایران بایست از ملت ایران کنار. سپاس فراوان از شما جناب ارجمند و همراه عزیز. خیلی ممنون از شما. در قسمت دوم گفتگو با شما عزیزان به موضوع انتخابات در آمریکا می‌پردازیم. در پی سوءقصد به نماینده حزب جمهوری‌خواه جناب ترامپ و کنارگیری آقای بایدن از حزب دموکرات به خاطر کهولت سن، انتخابات آمریکا وارد یک فاز تازه شده. من میخوام از شما عزیزان تحلیلتان را بشنویم و اینکه چون فکر میکنم ممکنه وقت کم بیاریم، پرسش بعدیم هم همینجا میپرسم، و اینکه انتخابات آمریکا چه تأثیری روی سرنوشت ایران خواهد داشت. بفرمایید جناب علوی از شما میشنم. خب ببینید، مدت ها بود که یه سری پچپچ هایی در داخل حزب دموکرات بود درباره ناتوانی بایدن میان اعضای رده بالای حزب. این بحث ها بود، بسیار از سناتورها تلاش میکردن که بایدن رو راضی بکنن به انصراف، ولی خب واقعیت هم این بودش که مطابق با قوانین داخلی حزب تمام این مسئله انصراف در دستان خود بایدن بود و سابقا نداشته از لحاظ تاریخی که یک این شرایطی پیش بیاد که یک رئیس جمهور یک کاندید ریاست جمهوری انصراف بده، اونم تا 19 آگست و کانونشن شیکاگو وقت زمان زیادی هم نیستش. یعنی در واقع بمب ساعتی در جیب بایدن بود و هر لحظه ممکن بود که این بمب ساعتی منفجر بشه و بایدن اعلام انصراف بکنه. بسیاری از افرادم بخصوص خانم های زنان حزب دموکرات اسبای خودشون رو زین کرده بودن که بیان و پس از اعلام انصراف به اصطلاح خودشون رو کاندید بکنن. خب به هر حال گویا مناسب ترین فرد برای حزب کامیلا هریس بود و خب در مقابل این مسئله ما دیدیم که بعد از اینکه هریس به صلاح نامینه شد و در حال حاضر تونسته تأیید بیش از نصف اعضای ارشد رو بگیره، به احتمال بسیار بسیار زیاد در 19 آگست این به عنوان کاندید حزب دموکرات معرفی خواهد شد. و دیدیم که باز در عرض 24 ساعت اخیر حزب دموکرات تونست حدود 81 میلیون دلار کمک مالی جمع کنه که اصلا در تاریخ کمک های مالی هر دو حزب یک چنین عددی رو در یک چنین زمان کوتاهی بی سابقه بوده. و به هر حال ما منتظر هستیم که دیبیت آینده بین آقای ترامپ و خانم هریس ببینیم چجوری هست، ولی مسحکه تاریخ و چیزی که اصلا باید در تاریخ در پوشه تاریخ ثبت کرد اینه که یک دادستان سابق کل کالیفرنیا یعنی خانم هریس در مقابل یک تبهکاری که توسط دادگاه های امریکا و هیئت جوری به عنوان تبهکار شناخته شده، این دو میخوان با همدیگه دیبیت کنن، با همدیگه به اصطلاح مجادله بکنن و این یک سری از حوادث عجیب تاریخی که در نوع خودش بی نظیر هستش. منتها اتفاق دیگر هم که افتاد که فکر میکنم اینجا فقط یه اشارت کوتاهی بکنیم رو مسئله سوءقصد به ترامپ شد. کلن چیزی که وجود داره روی مسئله سوءقصد، خب به من که گرامی شما منظور از تبهکار جناب ترامپ میفرمایید؟ بله. خب به هر حال از لحاظ قوه قضاییه جمهوری امریکا و ایالات متحده بعد از اینکه چندین دادگاه بود و در دادگاه آخر که هیئت جوری حکم دادن،
به اکثریت مطرح کردن که به این دلیل و این دلیل ترامپ یک تبهکار هستش. خب به هر حال پیشینه ترامپ هم که میبینیم از نقطه نظر ندادن مالیات و از بزرگتون که کلاهبرداری هایی که کرده بوده و روی مسائل مختلف و همچنین نوع برخورده که به زنان داشته و غیره و غیره. خب به هر حال اخلاق، اتیک و جامعه امریکا نمیتونه راحت ایشونو بپذیره. اگر جامعه آمریکا ترامپ نمیپذیره، بس آمریکا یک جامعه بازه، چرا مردم اینقدر استقبال میکنن در واقع؟ و ما شاهد بودیم بعد از این سوء قصد اتفاقا خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفتن. میدونم برنامه رو به دو بخش کنم، اگر سریع جواب بدید آقای ارجمندم نظرشون رو بشنویم، بعد بریم تاثیر این انتخابات روی ایران بررسی کنیم. لطف کنید کوتاه جواب بدید، بفرمایید. بله ببینید، خب اون مسئله اولا این جریان ترور باعث شد که ترامپ در یک حالی از تقدس قرار گرفت و بسیاری از اعضای حزب هواداران آقای ترامپ مدعی شدند که این عیسی مسیح بود که از ترامپ محافظت کرد. البته خب نمونه های اینو ما زیاد داشتیم که بخصوص برای پاپولیستا از این مسائل، از این به اصطلاح این که خودش در حالی از تقدس قرار بدن وجود داشته. مثلا خود جورج بوش پسر وقتی که به عراق حمله کرد مطرح کرد که من این ماموریت رو از جانب کلیسا گرفتم، یا اینکه نمونه های دیگرش مثلا معمر قذافی خودش رو فرزند پیامبر جلوه میداد و از این نمونه ها زیاد بوده که خودشون در حال تقدس قرار دادن. ولی ببینید به هر حال در امریکا جامعه هستش بسیار رنگین کمان و بسیاری از امریکایی‌ها از شخصیت ترامپ و از نحوه گفتگو و سخن گفتن ترامپ بهتر براشون قابل درک و بهتر میفهمند که به اصطلاح چون به هر حال با یک دید پوپولیستی ایشون صحبت میکنه تونسته ایده زیادی رو زیر نظر خودش بگیره و الان هم در حال حاضر قوی ترین فرد در درون حزب هستش، حزب ریپابلیکن هستش و به این وسیله هم داره میره جلو. خب این از این. ولی در مورد مسئله خود ایران که آیا چی تأثیری میذاره، آیا کدوم یک بهتر هستش، خواهش میکنم در دور دیگه جواب بدید به این پرسش. جناب ارجمند کوتاه لطفا تا جایی که ممکنه بفرمایید. ببینید من مسئله ترامپ و مسئله آقای بایدن رو و مسئله انتخابات ایالات متحده امریکا رو کلن یک درگیری یا یک بحث یا گفتمانش که در درون خود آمریکا مطرح هست. من به عنوان یک ایرانی از دوران نوجوانیم بخوام بر شما بگم، من 17 سالم بوده که یا 16 سالم بوده که رقابت‌های انتخاباتی پرزیدنت جان اف کندی رو با آقای نیکسن در جریانش بودم. لطف کنید به موضوع روز بپردازید. من عرض میکنم که دموکرات ها خب از نظر کارنامه سیاسی اگه بخواید نگاه کنید، آقای ترومن در جنگ دوم جهانی و بعدش آقای روزولت و بعدش آقای کندی و بعدش اینا همه شخصیت هایی بودن که یک مقداری اعتبار جهانی داشتن. ولی این از دوران انقلاب نکبتوار اسلامی دموکرات ها برای ما ایرانی ها، اون ارزشی رو که مردم ایران برای دموکراسی، آزادی خواهی، پشتیبانی از به اصطلاح منافع ملی کشور جهان سوم که ما هنوز جهان سوم حساب میشیم، این ضربه خورد و نشان داده شدش که نه، آمریکا هر کدوم از این احزاب که بر سر کار بیان و قدرت بگیرن، منافع ایالات متحده امریکا مد نظرشون هست و فرق نمیکنه برایشون که به مردم ایران چه میگذره. و به همین رو ما شاهد بودیم در دوران بوش پسر، همین رو شاهد بودیم در دوران آقای کلینتون، در دوران آقای همین آقای بایدن و آقای اوباما به خصوص. 8 سال، 8 سال مماشات آقای اوباما در حالی که یک شخصیت پلیدی به نام دکتر سید حسین نصر
کسی که مشاور ایشان بود و کسی که شاگرداش در کنار خامنه ای نشستن و کتاباش در حوزه علمی قم تدریس میشه و کسی که مکتب اسلام رو به وجود آورد، این آدم مشاور آقای بایدن، آقای اوباما بوده، همیشه اوباما رو باز داشت از اینکه با دستهای آهنین در برابر حکومت اسلامی ایران روبرو بشه. و ما دیدیم که در دوران 8 سال حکومت اسلام، حکومت آقای باید، آقای چیز رئیس جمهور قبلی آقای اوباما، هیچ اتفاقی در ایران نیفتاد، بلکه ایران هرچی بیشتر پرخاشگر شد و هرچی بیشتر تقویت شد. درسته که آقای اوباما اولین رئیس جمهوری بودش که مسئله تحریم ها رو مطرح کرد، ولی در این حال در دوران بعدی هم که آقای همین بایدن آمد، نشان داد که آقای بایدن که درست در لحظه‌ای که حکومت اسلامی ایران در نظر کامل هست، در جنبش زن زندگی آزادی، ایشون 6 میلیارد دلار رو میفرسته برای که حکومت اسلامی ایران، اون 6 میلیارد مهم نیست، ولی اون سیگنالی که اینها دادن دموکرات ها به حکومت اسلامی که آقا ما در پی بردن شما نیستیم، این برای ملت ایران یک سرخوردگی عجیبی به وجود آورد که امروز مردم ایران بیشترشون میگن آقای از حزب دموکرات نیاد، بلکه از حزب جمهوری خواه بیاد، در حالی که من خودم به عنوان نوجوان از اون موقع طرفدار حزب دموکرات بودم. ولی که این مرحله رو که نگاه میکنم، وقتی منافع ملی کشور خودم رو نگاه میکنم، اصلا علاقه ندارم که آقای بایدنی به وجود بیاد، رئیس جمهور باشه یا کسی شبیهشون. بله، سپاسگزارم از شما. در واقع ما انتخابات آمریکا را با تأثیری که روی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران داره نگاه میکنیم و به قول شما جناب ارجمند، ما شاهد مماشات اوباما بودیم از حزب دموکرات، شاهد تزریق پول به جمهوری اسلامی بودیم در دوران بایدن و در واقع اینها حافظ جمهوری اسلامی بودند در این 45 سال و این هست که به هر حال حالا من نگاه خودم نمیخوام تحمیل کنم، ولی خب جمهوری خواهان اکثر اوقات برای کشور ما بهتر عمل کردن. جناب علوی، از شما میشنویم تاثیر انتخابات دور جدید را بر ایران، بفرمایید. بله، ببینید، در مورد مسئله ایران، حتی مسئله این چند میلیارد دلاری که جناب ارجمند میفهمن و شما اشاره کردید، باید توجه کنیم که این پولی بوده که به اصطلاح مال جمهوری اسلامی بوده در کشور دیگه ای و امریکا اجازه داده بود که این پول آزاد بشه. البته این پول هرگز هرگز به تهران نرسید. بعد جریانات 7 اکتبر شروع شد، مسائل دیگه شروع شد و این پول هنوز وارد ایران نشده. این از این. ولی ببینید، در مورد مسئله کلی، اولا مردم ایران به باور من نباید چشم امیدشون به ایالات متحده یا به رئیس جمهور آینده امریکا باشه. چرا؟ به خاطر ای که جنبشی که خواسته باشه با اتکا به یک کشور دیگری به سرانجام برسه، این جنبش همون بلایی سرش میاد که در سال 2003 سر عراق اومد، همون بلایی سرش میاد که در سال 2001 سر افغانستان میاد. بنابراین عزیز، 2 دقیقه فرصت داریم. خیلی متاسفانه. ببینید، کلن ترامپ ایران با جمهوری اسلامی به هر حال متفاوتن و مردم ایران میخوان از این کشورها که دخالت، در واقع پشتیبانی از جمهوری اسلامی نکنه، پول به جمهوری اسلامی تزریق نکنه، طرفداری جمهوری اسلامی نکنه. و این هست، من فکر نمی کنم هیچ ایرانی منتظر هست که کشورهای دیگر بیاد و برای آنها انقلاب کنه. مسلما مردم ایران خودشان جمهوری اسلامی در واقع از کار برکنار کردن. ولی من در ابتدای برنامه هم گفتم آن چیزی که انتظار میره، کدام حزب، کدام دست، کدام کشور پشتیبانی از ملت ایران میکنه و کدام تزریق پول به جمهوری اسلامی میکنه، امکانات میده، نامنگاری از
زیر و رو با جمهوری اسلامی داره. ببخشید شاید در عرض یک دقیقه شما و جناب ارجمند، چون وقت تمام شده. بفرمایید. و به هر حال این مسئله رو بعد در یک جلسه دیگه باز بکنیم، ولی به طور کلی ترامپ به علت اینکه کارهاش غیر قابل پیش بینی هست میتونه حتی آسیب بسیار جدی به ایران بزنه و هیچ گونه نمیشه ضمانتی پیدا کرد که ترامپ سبب بشه که برای آینده ایران و مردم ایران مناسب باشه. مسئله پشتیبانی هم که مطرح میکنید، ببینید دو سیاست مختلف وجود داره. دموکرات ها روی مهار کردن جمهوری اسلامی تکیه دارن، ریپابلیکن ها روی این که چگونه میشه با فشار حد اکثری فشار بیارن به جمهوری اسلامی. هر دوتا در واقع پایه کارشون یکسانه، چه اون مهار کردن و این هم فشار حد اکثری. به هر حال در یه فرصتی من فکر کنم بهتر بتونیم این مسئله رو باز کنیم. بله، سپاس از شما. در واقع ما طرفدار ترامپ نیستیم، میگیم ترامپ هم اشکالات فراوان داره، ولی خب میبینیم که جبهه ترامپ و دموکرات ها به بخش جمهوری خواه ها بیشتر به خواسته ایرانی ها نزدیک هستن. بفرمایید جناب ارجمند، خیلی کوتاه. بله، من تو این زمینه که مثلا مردم ایران واقعا بیشتر طرفدار این هستن که ترامپ پیروز بشه، با اینکه ترامپ این سابقه داره که اصلا اولا هیچ وقت سابقه سیاسی نداشته، یک آدم تاجر هست، یک آدمی هستش که هتلدار بوده، نمیدونم همه این چیزا داشته، درسته خلافهای مالیاتی داشته، هزار جور گرفتاری داشته، ولی که مردم ایران الان از چشم خودشون، از عینک خودشون دارن به این قضیه نگاه میکنن، میگن این آقای ترامپ میتواند تو این مرحله گذار به ما کمک بکنه و لااقل حکومت اسلامی پشتیبانی نکنه. من حالا اینو همونجوری که آقای از وقت برنامه تمام شده، کمتر از یه برنامه دیگه ای ما با هم این بایستی این برنامه خواهش میکنم، حتما در خدمتتون خواهیم بود. سپاس از کارگردان فنی برنامه، سپاس از بینندگان نازنین، نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید و ما تلاش خواهیم کرد در برنامه دیگر به این موضوع بپردازیم. بدرود تا درودی دیگر. بدرود.